مدیر سازمان رسانه و ارتباطات عراق در شهر مقدس کربلا حمایت خود را از طرح چشمانداز مؤسسه مسبال حسین علیه السلام برای زیارت اربین 2030 اعلام کرد مهندس میرساخ طالب جبار مدیر سازمان رسانه و ارتباطات عراق در شهر مقدس کربلا تأکید کرد که مؤسسه مصباح حسین علیه السلام یکی از مؤسساتی است که با سابقه طولانی و درخشان در این شهر با علاقه مندی و پشتکار فراوان پروژه های عمرانی را که بر عهده گرفته به بهترین شکل ممکن جهت خدمات رسانی به زائران به انجام میرساند طالب جبار این سخنان را در جلسه بررسی طرح چشمانداز البین 2030 با 50 میلیون زائر که عملیات اجرایان از سوی مؤسسه مصباح حسین علیه السلام صورت میپذیرد ایراد نمود و در ادامه گفت مؤسسه مصباح حسین با اجرای مطلوب این پروژه راهبردی بر لزوم توجه به خدمات رسانی به زائران و تامین نیازهای ضروری آنان تاکید دارد وی با بیان اینکه مؤسسه مصباح حسین علیه السلام یک مؤسسه با تجربه طولانی و مفید در زمینه اجرای پروژه های عمرانی واقعی برای پذیرایی از میلیون زائر است خاطر نشان کرد گزارش ها و چشمنداز های ارائه شده در این جلسه نشان دهنده سطح کیفیت مطلوب و خدمات ویژه است که در پروژه های در حال اجرای این مجموعه در خدمت به زائران حسینی به منظور برگزاری هرچه مطلوب تر زیارت اربعین صورت میپذیرد. وی همچنین تاکید کرد که کمیسیون تلاش خواهد کرد تا هر آنچه که لازم است برای موفقیت این پروژه و گسترش خدمت به اهل بیت علیهم و, و زائرین کربلا فراهم کند شایان ذکر است که مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مسوال حسین علیه السلام این جلسه را در ادامه جلسات هفتگی خود در رابطه با طرح چشمانداز زیارت اربعین 2030 با حضور رئیس مؤسسه شیخ مصطفی محمدی مسئولین ادارات خدمات رسانی و رئیس و اعضای کمیته این پروژه به منظور بررسی پروژه توسعه زیارت اربعین برگزار نمود أهالي كربلاء ومفكريها ودوائرها ومؤسسات الرصينة كمؤسسة مصباح الحسين تبحث بأن يكون للزائر الراحة التامة لممارسة الطقوسة والزيارة على أتم وجه وتوفير كافة الخدمات. من ماء كهرباء طرق سكن اقامه تفويج وايضا محور الاتصالات والانترنت باعتبارها اصبحت من الخدمات الملحه والعصب الحيوي ومطلب كل مواطن يدخل الى هذه المدينه فباعتبار الزخم الذي يكون في هذه البقعه الجغرافيه محدده المساحه يجب ان تكون استراتيجيه باعتبار نحكي في بدايه السنوات السابقه 10 مليون وصولا الى 20 مليون، من المتوقع هذا العام 30 مليون ورؤيه 2030 ان تكون 50 مليون زائر، فيجب دراستها وتسجيلها وتخطيطها بشكل كامل لكي تستوعب هذه الاحجام الجموع البشريه وبالتالي تقدم لهم الخدمات بجوده عاليه. فكان لنا محور من النقاش مع أساتذتنا بالحقيقة هم مقامات كربلائية ومؤسسة عريقة مثل مؤسسة المصباح الحسين وثقت وبالإحصائيات وتعمل على صناعة مشاريع تنموية لاستيعابها وإن شاء الله تناقشنا بكثير من الأمور وقدمنا بعض الرؤى وبإذن الله ستكون واقعا وببركه هذه المدينه المقدسه